درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز 21 فروردین ماه 2582 ایرانی هست و دهم از ماه آوریل 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار برگزیده امروز هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب همونطور که میدونید دموکرات‌ها در آمریکا همواره از بزرگترین حامیان رژیم بودن. همواره بودن و اگر ما کاری در مورد این انجام ندیم خواهند بود و این موضوع میتونه در آینده ایران به ضرر کشور ایران تموم شه. یعنی چی؟ یعنی اگر اجازه بدیم که دموکرات‌ها به این رفتارشون، به این رفتار خائنانه‌شون ادامه بدن و نظرشون رو در مورد ایران عوض نکنن و مردم ایران، البته اتفاقی که میفته اینه که این خانه‌ها تبدیل به یک موضع میشه در نظر مردم ایران در مورد یک قشر بزرگ از آمریکایی‌ها. خب این کار که انجام میدن که پس از سقوط رژیم مردم ایران حکومت جدیدی تشکیل میدن و در این حکومت جدید موضع میگیرن علیه این قشر و حزب آمریکایی که حزب دموکرات است. این خانه‌ها به منافع ایران ضرر میزنه. چرا؟ چون آمریکا در آینده بزرگترین ابر قدرت جهان خواهد شد. یعنی خیلی بزرگتر از این چیزی که الان بهش میگن ابر قدرت خواهد شد. و بازار و سرمایه و تولید و همه اینا دست آمریکا خواهد. هر کشوری هم که با آمریکا باشه توسعه یافته میشه، پیشرفت میکنه و میره جلو. اصلا هم ناز نمیکنه آمریکا، دعوتنامه هم برای هیچ کس نخواهد فرستاد. نگاه بکنید به سندهای تجاری که آمریکا الان بسته با ژاپن، با مکزیک، با کانادا. اصلا شوخی نداره حتی با رفقاش. تا جایی که حتی به اروپایی الان امتیاز به این سادگی نمیده. بنابراین تصور نکنید که آینده مثل قبل گذشته آمریکا مثلا ناوگان‌های دریایی نظامیشو بفرسته حفاظت بکنه از کشتی‌ها، نمیدونم بیاد ناز بکنه، بیاد خواهش بکنه که آقا بیاید با ما کار بکنید. نه، اینجوری نخواهد بود. قراردادهای بسیار سفت و سخت می‌ذاره در مقابل کشورها و هر کس بخواد پیشرفت بکنه با اینها خواهد رفت. الان داریم می‌بینیم که در خبر نوشته جو بایدن میگوید در سال 2024 بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه مراسم سنتی عید پاک در کاخ سفید در گفتگو با شبکه NBC افزود که هنوز آماده اعلام رسمی تصمیم خود نیستم. اما به نظر میاد که بخشی در واشنگتن دی سی، نه صرفا در حزب دموکرات آمریکا بلکه در واشنگتن دی سی، راضی هستن که جو بایدن ادامه پیدا بکنه و باشه. و به شما بگم حتما شناختید دموکرات‌ها رو. دموکرات‌ها برای در قدرت موندن از هر کلکی که به نوعی این ساختارهای دموکراتیک آمریکا رو زیر پا نذاره استفاده می‌کنن. مثلا در انتخابات 2020 که دونالد ترامپ باخت، خیلی اومدن پریدن وسط که آقا اینجا تقلب شد در انتخابات و هزار یک حرفی زدن که مدرک و سندی نبود درش. ببینید در آمریکا شما نیاز نداره که در صندوق رأی دست ببری. تنها کاری که باید بکنی که روی ذهن مردم تأثیر بذاری. اون وقت رأی ها تغییر میکنه. این بخش از دموکراسی اصلا. خب بر پایه اینه. که الان میبینیم بعضیا که الان اخیرا صحبت میکنن که آقا ایراد نگیرید به این منشور مهسا و فلان و بهمان، اصلا ما نمیتونیم بگیم در دموکراسی. کی گفته نمیتونیم ما در دموکراسی اینو بگیم؟ همه تو دنیا، تو آمریکا دارن این کارو میکنه. تا به ما میرسه نه، ما حق نداریم این کارو بکنیم. ببینید کاری که دموکرات ها میکنن و خواهند کرد چیه؟ دقیقاً مثل این انتخاب های اخیر میان قربانی میکنن، میان کارهایی میکنن که تا الان نشده و قانونی در موردش نیست. مثلا قانونی وجود نداره در آمریکا یه دفعه یه کمپانی بیاد 200 میلیون دلار کمک بکنه به نامزدهای حزب دموکرات در آمریکا و فردای انتخابات اعلام ورشکستگی بکنه. چرا؟ چون اصلا این پولو نداشته. پولی که داده مال اون نبوده، مال کسای دیگه بوده. متوجه؟ قانونی در این مورد نیست. بنابراین دموکرات‌ها کار غیرقانونی نکردن، ولی کلک زدن در جای دیگه، نه در صندوق رای بلکه در جای دیگه. مطمئن باشید هزار و یکی از این کلک‌ها رو تو آستینشون دارن الان. و اگر بخوان جو بایدن رو روی برانکاردن باشه بیارن و ازش سوگند ریاست جمهوری بگیرن، این کار خواهند کرد. و چرا یه سری ها موافق این موضوعن در واشنگتن دی سی؟ به خاطر اینکه الان سگ صاحبشو نمیشناسه در کاخ سفید و الان یه عده اونجا دارن به نوعی ریاست جمهوری میکنن و این یه عده کسایی هستن که ده ها سال در واشنگتن دی سی هستن و سیاست هاشون دارن جلو میبرن و انجام میدن. از جمله چی؟ مثلا جورج سوروس. الان گفتم که پسر جورج سوروس از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور شده، اسمش الکساندر سوروسه، 14 بار به کاخ سفید رفته و اونجا صحبت کرده و سیاست هایی رو اونجا پیش برده.
و گفته میشه که به راحتی دسترسی داره در کاخ سفید. نیویورک پست اینو منتشر کرده امروز. و همه میدونن که جورج سوروس بزرگترین حامی سازش با رژیم اسلامی در آمریکا و روی این میلیون میلیون خرج میکنه، پول خرج میکنه. ببینید، ما باید سیاستی رو در پیش بگیریم که بتونیم اینها رو، یعنی دموکرات ها رو در آمریکا، در موقعیت قرار بدیم که چه جورج سوروس خوشش بیاد چه خوشش نیاد دیگه نتونن از رژیم حمایت بکنن. راهکار وجود داره، ما این راهکارها رو بعضا گفتیم و تنها کسی که این رو درک کرده و در سخنش این رو اثبات کرده کسی نیست به جز شاهزاده رضا پهلوی. حالا از اونجایی که داره کار به اینجا میرسه که باید کارهای در این مورد بشه، ما در ایران شهر راه حلای ارائه میدیم. ایرانی آمریکایی ها به خصوص افرادی که در حزب دموکرات هستن رأی میدن و اینا، حالا من نمیگم عضو حزب دموکراتن، بلکه رأی میدن، وظایفی خواهید داشت که این خطا رو بگیرید و جلو برید. کمی باید هماهنگ شده تر کار بکنیم. ما نباید اولا اجازه بدیم که جو بایدن دوباره نیم میلیارد برای رژیم آزاد بکنه و بیاد وسط کشتار کودکان و جوانان و ملت بزرگ ایران به رژیم پیشنهاد بده. اصلا گفته میشه پیشنهاد افتضاح بوده، اما همون افتضاحش هم نباید بده. و دومه که ما نباید اجازه بدیم آینده کشور گره بخوره به یه سری تصمیم احمقانه. ما هم باید سیاست‌های اتخاذ بکنیم و ضد حمله بزنیم. راه حل داریم براش، به شرط که شما هم پایه باشید. با ما در این کانال بیاید، راه حل ها رو به زودی ارائه میدیم و شما مأموریت خواهید داشت که برید در آمریکا کاری انجام بدید و نذارید آینده در مخمصه قرار بگیره که خود شما هم قرار خواهید گرفت اول آخر. یعنی ایرانی آمریکایی هم تحت تاثیر قرار میگیرن اگر قرار بشه حکومت بعدی ایران با آمریکا مشکل داشته باشه. یعنی یک معضل بزرگ و بغرنجه، نمیشه به این سادگی این موضوع رو حل کرد. هم باید غرور ملت ایران حفظ بشه، هم باید روابط آینده ایران با آمریکا حفظ بشه و برای این راه حل وجود داره. نگران نباشید، با ما در ایران شهر همراه باشید. همونطور که در جریان هستید و ما به این موضوع هم پرداختیم در روزهای گذشته، رژیم هیچ شکی نداره که انقلاب ملی کارشو خواهد ساخت و البته به طور طبیعی تلاش میکنه که این رو دفع بکنه و از خودش دفاع بکنه. استراتژی که ماهاست رژیم در پیش گرفته برای اینکه حواس مردم رو پرت بکنه و اونها رو در لاک دفاعی فرو ببره، این حمله به مدارس دخترانه و کشتن کودکان ایران است. لااقل در یک کیسش دیگه الان رسانه‌ای که سانسور میکردن این مرگ‌ها رو و این قتل‌ها رو الان دیگه اذعان کردن روز گذشته و دیگه ناچار شدن به واقعیات اقرار بکنن. اما تعداد کشته‌های کودکان ایرانی بیشتر از یه نفره در این حمله‌های شیمیایی. در حمله‌های عادی که رفتن تو مدارس کشتن بچه‌ها رو، اصلا زیر مشت لگد کشتن و فرق نمی‌کنه که با گاز بکشی، مشت لگد بکشی یا هر جوری بکشی، این رژیم کودک کشه و الان جامعه این رو به خوبی درک کرده. اما یه چیزی که بسیار خنده داره اینه که ایندیپندنت خبری منتشر کرده که در اون نوشته ادامه مسمومیت دختران دانش آموز. دستگاه امنیتی میگوید نتوانستیم سرنخ را پیدا بکنیم. ببینید، دستگاه امنیتی و نظارتی سرکوب رژیم الان دوربین های ترافیکی رو جوری تنظیم کرده که اگر کسی بی‌حجاب بود و روسری سرش نبود، شناسایی بشه، دستگیر بشه و هزار تا بلا سرش بیاد. اما نمیتونه شناسایی بکنه مدارس کشور که تا الان صدها مدرسه بوده و هزاران کودک مسموم شدن با حملات شیمیایی، چه کسی پشت اینه؟ که البته مشخصه کسی که خودش قتل انجام میده هیچ وقت موج خودشو که نمیگیره، که هیچ عادیه. محمد حسن آصفری نماینده عراق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به جلسه اخیر کمیته حقیقتیاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس گفت این کمیته هفته گذشته جلسه ای تشکیل داد، اما متاسفانه خروجی از جلسه نداشتیم چون هنوز دستگاه‌های امنیتی نتوانستند سرنخ‌های اصلی مسمومیت‌ها را به دست آورند. خب این یکی از خنده‌دارترین چیزایی که کلاً جمهوری اسلامی به نظر میاد که اعلام کرده باشه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم کار کیه، در صورتی که دانش آموزان دیدن کار کیه، چه کسانی دست دارن، چه کسانی بچه ها رو حبس میکنن در مدارس تا مسموم بشن و کارشون به بیمارستان بکشه و در نهایت بعضا بمیرن، چه کسانی میان تهدید میکنن. بسیجیا قبل از حمله در جلوی در مدارس کودکان حضور دارن. یعنی اصلا رژیم دستش رو شده و مدام داره مزخرف میگه. جالب اینجاست که این اعلامیه ها و این صحبت ها که رسمی به حساب میان، چون اینا مقامات رسمی رژیم هستن، به نوعی
سازمان ملل هم اعلام کرده که ما منتظر پاسخهای رسمی هستیم و اصولا سازمان ملل استناد خواهد کرد به این حرفا که آقا ما نمیدونیم کار کیه و اونا هم از کنارش میگذره و به خوبی دارید میبینید که رژیم چطوری سوراخ سازمان ملل رو پیدا کرده، ایراد این نهادی که به وجود اومده و به جز سرکوب مردم، کمک به بدبختی اونها، آوارگی اونها و اینجور چیزها هیچ دستاورد دیگه ای نداشته. فقط یک نهاد مهم هست در سازمان ملل که ما هم باید در آینده اون رو جدی بگیریم و شورای امنیت سازمان ملل. به جز هر چیز دیگه سازمان ملل داره، از جمله یونسکو، یونیسف و چیزهای دیگه، همه رو باید ازش در بیاریم. حالا وارد این بحث نمیشم، اما چرا رژیم داره این کارو میکنه؟ مشخص که رژیم ترسیده و از ترس حتی به کودک کشی روی آورده. اما در عمل میخواد چیکار بکنه؟ رژیم میدونه تا زمانی که مردم رو در لاک دفاعی نگه داره، یعنی یه پدر تا زمانی که نگران جون بچه‌شه و دخترش و پسرشه، ممکنه کمتر خطر بکنه. یعنی تمام خانواده‌ها و پدرها اینطوریان، جون بچه مهمتر از جون توه، این اصولیه. اینو میدونه. چیکار میخواد بکنه؟ دقیقاً دست بذاره روی این نکته که تا زمانی که این پدر و این مادر نگران جون بچه‌شونن، زیاد به چیز دیگه‌ای توجه نمی‌کنن. دقیقاً همون استراتژی که علی خامنه‌ای برای کشتن مردم ایران با ویروس کووید 19 در پیش گرفت. یعنی علی خامنه‌ای می‌دونست که تعداد زیادی خواهند کشت و اصلا روی این حساب می‌کرد و اینو می‌خواست. چرا؟ چون تا زمانی که مردم کشته بشن به چیزهای دیگه مثل سیاست کمتر توجه می‌کنه و همونطور که می‌دونید یکی دو سال عقب انداخت انقلاب ملی رو با این کارش. الان هم همین رو در پیش گرفته. مشخص که مردم و جامعه ایران باید توجه داشته باشن که الان داریم به تابستون نزدیک میشیم و دیگه مدارسی وجود نخواهد داشت که این اتفاقات بیفته. اولا گذشته از این مشخصه که رژیم داره تلاش میکنه که هر جوری که هست شما رو یکی دو ماه هم که شده سردرگم نگه داره. به نظر من با جون بچه‌هاتون شوخی نکنید. اصلا مهم نیست اگه یه سال بخوان درس رو ادامه بدن، چون ما 44 سال از دنیا عقب موندیم. اگه یه سال دیگه عقب بمونیم برای اینکه فقط یک سال دیگه از عمر رژیم کم بکنیم، واقعا ارزشش داره. چون اینو بدونید هر چقدر این رژیم ادامه پیدا بکنه، حتی کودک شما با این تحصیلاتش به هیچ جا نخواهد رسید. بنابراین کاری که رژیم داره میکنه اینه، میخواد تو لاک دفاعی فرو ببره مردم رو و جامعه رو که انقلاب عقب بیفته. اولا که این دوام نداره، یعنی مدارس تا خرداد ما تعطیل میشه و نهایتا دو ماه دیگه باقی مونده. گذشته از اون عصبانیت مردم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی دیگه شما مدرسه نیست که بتونی بچه رو بکشی و بچه تو خونه نگهداری میشه، مگر اینکه نیروهای شما علنا بریزن خونه به خونه شروع بکنن قتل عام مردم و ما فیلماشو میذاریم تو اینترنت، که در این حالت خشم مردم حتی بیشتر هم میشه. هیچ راهی نداره رژیم برای دفاع از خودش. تمام راههایی که انجام میده کوتاه مدت و چسب زخمیه. یعنی اصلا جراحی عمیق نمیتونه انجام بده کسی رو نجات بده. چسب زخم رو میزنه روی زخم گلوله به همین سادگی. بنابراین این تکنیک رژیم کوتاه مدت خواهد، جواب نخواهد داد و شکست خواهند خورد. به نظر میاد که تابستون امسال فقط جنگ اوکراین نیستش که درگیری بزرگی خواهیم داشت، بلکه این والدین انقلاب ملی ایران هم الان تکلیفشون با این رژیم روشن شده. نه تنها اینکه نسل‌های بعدی که الان خودشون مسموم شدن، به خود میدونن که یه دشمنی دارن تو ایران که تا این دشمن باشه اینا ممکنه حتی زنده نمونن که زندگی بکنن و کشته خواهند شد به نوعی. این تازه یه موردشه. دلایل بسیار دارن کودکان که در آینده هر طوری که هستش این رژیم رو ببرن تا آزادی‌هایی که نیاز دارن برای شکوفاییشون به دست بیارن. خب همونطور که میدونید جامعه ایران بسیار ضربه خورده از یه سری هنرمند و هنرمند نما، که به سری بهشون میگن هنرمند ولی اصلا هنرمند کسی که هنر تولید بکنه. بسیاری از اینا حتی یه دونه هنر هم در زندگیشون تولید نکردن، سرشون گذاشتن و رفتن. اما بسیاری سینماگران لااقل و سلبریتی های از این قبیل در کنار رژیم ایستاده بودن. در همین جشنواره فجر رژیم و جشنواره حکومتی رژیم هم ایستادن و تکلیفشون رو با ملت ایران روشن کردن و ملت هم پس از انقلاب ملی با اینها برخورد بجا خواهد داشت و حسابشون رو کف دستشون میذارن. اما الان داریم میبینیم که برخی از این سلبریتی ها که میرفتن سر مهمانی های افطار آیت الله ها و رئیس جمهور ها و رهبران میشستن و مجیز میگفتن و تعریف های دروغ میکردن، یعنی
حرفایی میگفتن که دروغ بود، از جمله فاطمه معتمدآریا که گفتش که سینما ایران در انقلاب اسلامی پیشرفت کرد، که این دروغ است. سینما ایران بسیار شکوفاتر بود قبل از انقلاب اسلامی و اون زمان سینماگرا آزادی کامل داشتن فیلم بسازن، یعنی فیلم های کمونیستی ساخته میشد در حکومت پادشاهی. اما شما حتی یک فیلم هم ندیدید که با آزادی در ایران پس از انقلاب اسلامی ساخته بشه. و هنرمندی که به آزادی پایبند نباشه، یعنی بزرگترین چیزی که هنرمند در یک اثر نشون میده آزادی فکر خودش هست و احساس خودش رو در نهایت آزادی انتقال میده. این کار هنرمنده، یک هنرمند واقعی میتونه اینجوری باشه. اما الان همین آدما تغییر موضع دادن. ایران اینترنشنال و رسانه‌های دیگه خبری منتشر کردن که گفته دیدار چند سینماگر ایران با خانواده توماج صالحی همزمان با افزایش نگرانی درباره وضعیت او. توماج صالحی، کسایی که نمیدونن، یکی از شیردلان ایرانیه، یک سرباز میهنه فوق‌العاده نترسه، در خیابان‌های ایران تا آخرین لحظه ایستاد و دستگیر شده الان. و در این حال توماج خواننده رپ هم هست و کلن جوون بروزیه. خبر میگه فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی و محمد رسولوف از سینماگران مطرح ایران با خانواده و وکیل توماج صالحی خواننده رپ بازداشت شده دیدار و حمایت خود را از این هنرمند اعلام کردند. ببینید چیزی که الان ما باید توجه بکنیم اینه که الان جامعه ایران به جای رسید که میتونه تحلیل بکنه مسائل رو. یعنی یه اتفاق که میفته به این صورت نیست که سیاسفید برخورد میکنه. مثلا قضیه منشور رو دیدید، بدون اینکه به شخص شاهزاده رضا پهلوی کمترین توهینی بشه یا در مورد جایگاه ملی او کمترین سوال و خدشه‌ای وارد بشه، ملت ایران چقدر تمیز نقدهاشون رو اعلام کردن به منشور و به این مجمع اتحاد، حالا اسمش هر چی که میذارن، و کلا موضعشون رو با تک تک این آدما روشن کردن. این نشون دهنده خرد یک جامعه است. الان در مورد اتفاقاتی از این قبیل هم ما سیاسفید برخورد نمی‌کنیم. آقای جعفر پناهی و محمد رسولوف افرادی هستند که سابقهشون برای ملت ایران روشنه. بیش از یک دهه است الان این شیرمردان در کنار ملت ایران ایستادن. هر چی که مردم خواستن در کنار اونها بودن. یعنی برای جعفر پناهی جنبش سبز در کنار مردم بود، 96 در کنار مردم بود، الان انقلاب ملی در کنار مردمه، اصلا فرقی نمی‌کنه. این یک هنرمند ملی مردمیه. این حسابش جداست. محمد رسولوف دقیقاً مثل ایشون. اینا جایگاه ویژه دارن. خانم معتمدآریا مردم اینجوری بهش نگاه نمی‌کنن. حزب باده سال 88 و نمیدونم همه اینا برای رژیم فیلم بازی میکردن، کار میکردن، بعد از اون اومدن تو افطارهای رژیم شرکت کردن، بعد شروع کردن تبلیغات کردن، رأی جمع کردن برای روحانی و غیره. مردم که یادشون نرفته زمانی که همه اینا داشتن برای رژیم تبلیغ میکردن، جعفر پناهی زندان بود. یعنی اینجوری نیستش که ما دوباره گیم سیاسفید برخورد بکنیم. اما این کار خوبه. اگر فاطمه معتمدآریا الان میخواد در کنار ملت ایران بیسته خوبه، اما باید پایبند باشه و ایشون باید بدونه که زیر نظره. نه ایشون، همه بدونن، همه این هنرمند نماها یا هنرمندای واقعی یا سلبریتی ها اینو بدونن، تک تک توییت ها، تک تک کامنت ها زیر نظر ملته. و از اینجا باید تکلیف خودت رو روشن بکنی. هیچ چیز فراموش نخواهد شد، در مورد همه چیز قضاوت خواهد شد، قضاوت صحیح و درست. الان درک بکنید، مردم ایران تحلیل میکنن، مردم ایران پردازش میکنن و نظر عادلانه شون رو میگن. در طرف اشتباه تاریخ قرار نگیرید. این هشداره نه فقط به خانم معتمدآریا، بلکه بسیار دیگه که الان ساکت ایستادن، رفتن جشنواره مزخرفاتی گفتن. اینو بدونید، ملت با شما تاریخی رفتار خواهد کرد، به همین سادگی. امیدوارم برنامه این روز رو پسندیده باشید. تا برنامه بعدی، بدرود.